بذارشم ادامه میدیم الان صفحه بالای صفحه 65 هستیم. خواهش میکنیم سکوت رو رعایت بکنیم. ببخشید دفعه دوم خواهش میکنیم ساکت باشیم. Thank you. So anyways اگه یادتون باشه خن چیز که با هم دیگه دوره کردیم زنوت که وقتی که زنا رو تو را اسیر کرده فقط خود عمل زنا نیست بلکه هر چیزی که ربط داره باهاش و اینجا میگه چند قسمت داره. یکی از قسمتاش عمل هست که گفتیم برای مثال بغل کردن یا بوسیدن یا دست دادن به یک شخصی که همسر خودش نیست این رو اسیر کردن. در مورد دیدن هم گفتیم که اسیر چند تا نکته از گمارا میاره. یک پاسوک هست در میشله که میگه ید لید، اگر از دست یک نفر به دست یک نفر پولی داده بشه ولی هدفش اینه که به زیبایی اون زن نگاه بکنه، اگر یک مرد این کار انجام میده میگه لوی ناکره، از بدی که میشه گهنام رها نخواهد بود. سو همینطور در گمارا میگن که زمانی که بر ضد میدیان جنگ میکنن جماعت اسرائیل آدم های صدیقی بودن و خیلی میدیان رو از بین میبرن و یک نفر هم توی جنگ کشته نمیشه، ولی با این حال همه جواهراتی که از جنگ به چونکم برداشته بودن اونها رو میان و میدن به عنوان هدیه برای میشکان. سومو شبونی میپرسه اگر گناهی نکردین و کسی هم کش نشه اصلا چرا دارین هدیه میدین؟ و میگه لکپار رو برای بخشش بود. میگن به خاطر اینکه چشمان ما لذت برده بود از زیبایی که دیده بودیم. و میتونم در گماره از یک پاسوک ثابت میکنن که هیچ فرق نمیکنه اگر یک مردی به زیبایی یک زن نگاه بکنه تا اگر روی انگشت کوچیکش باشه دقیقاً گناهش مثل اینه که در مکانی که باید پوشیده باشه نگاه کرده باشه. مثلا در خط چهارم هستیم از بالای صفحه 65 دیگه امیدشم در مورد دیدن رو تموم میکنیم و شروع میکنه در مورد صحبت کردن کلماتی که حرف زنوت هست. اونم از چند مکان گمارا ثابت میکنه که آسوره. الان خط چهارم هست میگه و امرو اد. همینطور در گمارا میگن یک پاسوکی هست که میگه به نشمر تا میکل داورا، میگه محافظت بکن از خودت از همه چیزی که بده. داورا یعنی چی؟ اینجا میگه میکل داورا، از همه چیز که بده. سو دیگه منظورش چی از غیر از بدیای واضحی که در تورا میگه؟ در گمارا میگه شلو استکل آدم به ایشانا، میگه یک مرد نمیتونه به یک زن زیبا نگاه بکنه افیلو هیپنویات اگر هم این زن شوهر نداره هنوز. She's a single girl. برای یک مرد البته اگر میخواد ازدواج بکنه it's fine، اگر میخواد ازدواج بکنه سو داره چک میکنه زن پرابلم. میگیم کسی که اصلا هدفش ازدواج کردن با این زن نیست، فقط میخواد از زیبایی صورتش و هر چیزی که هست لذت ببره. So even though she's single به کسی تعلق نداره، اگر هدفش ازدواج نیست تو را اصول کرده. و در گمارا چیز خیلی عجیبتر هم میگه، میگه به اشت ایش اگر این زن شوهر داره آسور بهش نگاه بکنن افیلو هی مخوئرت، حتی اگرم زیبا نیست. سو اگر شوهر داره حتی اگرم زیبا نیست نمیتونن بهش نگاه بکنن. اینو در گمارا اینه که میگه میکل داواره، هر چیزی که بده خودتو دور بکن. سو اگر سینگل باشه obviously، اگر زیبا هست حتی اگرم سینگل باشه آسوره، اگر ازدواج کرده فرق نمیکنه. ببینید چهره این زن چطور است اصلا نباید بهش، البته میگیم نگاهی که میخواد ازش لذت ببره. میگه بین حدی ستا اینجا تموم کردن که نگاه کردنم جزوی از گناه زنا حساب میشه. الان از قسمت‌های دیگه گمارا در میاره که حتی صحبت کردن در مورد ایده های زنا آسوره. میگه بین حدی بوری ما ایشا، در مورد صحبت کردن با یک زن به هدیا شانینو، اولا میشناه که اینو هر تابستون میخونیم در پیرکی آوت، میگه کل هم مر به سی خواهی ما ایشا، هر کسی که زیاده روی بکنه در صحبت با یک زن. منظور اینه که صحبتی نیست که احتیاجه، همینطور الکی صحبت میکنن که دو سنت هم نمیارزه. سو اون موقع در البته در میشنا میگه حتی اگرم زن خودش باشه، میگه گرم را لعتم و برای خودش بدی میاده. البته اینجا میگن سیخا، اینجا نمیگه دیبور، سیخ یعنی صحبتی که هیچ ارزشی نداره. این نیست که مثلا به زن خودش میگه چی میخوای که بریم خرید بکنیم، یه میخواد ازش تشکر بکنه به خاطر کار خوبش. صحبته که هیچ ارزش نداره. آیدل تاک، سیخا میشه آیدل تاک که بی ارزشه. بله؟ نه حالا لاشان هم نباشه، چرت و پرت، این ارزشی نداره. میگه بالاخره بدی براش خواهد آورد. اونجاست که واضح در میشنا میگن. البته اینجا داره توضیح میده که یکی از این سیخاها منظورش چیه؟ obviously اگه در مورد زنا باشه. اونم جز بشه است که چنین صحبتی هم آسور کردن او به شمی امرو. سنجی در مورد صحبت بود
کی میگه که ما نمیتونیم بشنویم یا گوش بکنیم به حرفایی که آدم رو تحریک میکنه؟ اونجا از چندین مکان در گمارا میره. او به شمی آمرو راجب شنیدن میگن کل به ایشا ار و یک مرد نمیتونه گوش بکنه به آواز خوندن یک زن. حتی اگر تو کلیسا هم دارن میخونن، اینم داره مثلا اون شیرا رو میخونه. نو اگر میگن صدای مرد ها بلندتر باشه ایتس اوکی، مردا نمیشنون صدای زن ها. ام تاک مده سینگر دیدین که مثلا مذهبی ها، زن هایی که مذهبی هستن فقط برای خانم ها میرن کانسرت میذارن. چرا؟ چون مرد زمانی که صدای زیبای یک زن رو میشنوه امکان داره که تحریک بشه. سو اینجا من کاری نمی کنم، فقط دارم گوش میکنم. That's all I'm doing. سو اینجا میگه اگر داره آواز میخونه کل به ایشا صدای یک زن اروا، اونم جز به ارایوت زنا حساب میشه. سو اینجا یکی از درگماره برا خود هست. میگه حتی کسیم که همسر خودشه زمانی که عادت ماهانه داره برای شوهرش نمیتونه آواز بخونه، فقط زمانی که طهور هست میتونه برای شوهرش آواز بخونه. anyway سو اینجا میگه کل به ایشا اروا. الان از مکانهای دیگه گماره هم ثابت میکنه اود به این یان زنوت هپه و ها اوزن. الان در مورد صحبت کردن ارایوت یا شنیدنش اگن سورس های مختلفی از گماره میاره. دنو هدی بور به دیور از نوت. اوکی، از کجا پیدا میکنیم که صحبت کردن در مورد زنا آسور هست؟ و اشمی ها لدوارم یه گوش کردن بهش که ورد صاف خو که کروخیا. یعنی یه پرنده هست بهش میگن کروخیا، کرین میشه، صداش خیلی بلنده. زمانی که خخامی واقعا فریاد میزنن از ته قلب، سو مثال میارن که دارن فریاد میزنن مثل این پرنده کروخ یا، یعنی با صدای خیلی بلند. و امرو ولویر بخا اروت داوار. یک پاسوک است که البته معنی سادش اینه که خدا نکرده اروا چیزهای این مورال غیر اخلاقی در میون جماعت اسرائیل دیده نشه. مشکلی که خخامیم داشته مثل که ولویر بخا اروا، چرا میگه اروت داوار؟ کلمه داوار اضافه است. سو خیلی وقت هست که خخامیم داراش میکنن داوار میشه دیبور، صحبت کردن. یعنی صحبت اروم آسوره. کجا پیدا میکنیم که بله حرف زدن راجب زنا اینها بره. کجا پیدا میکنیم که داوار رو برای مثال خخامیم داراش میکنن دیبور؟ فقط اینجا نیست. یکی از چیزهایی که البته قبلا خوندیم در پارشای لخلخا بود، میگه زمانی که فرعون سارا رو میبره خونه خودش، میگه خداوند فرعون رو تنبیه کرد الدور سارا، right. so, البته به طور سادهش یعنی به خاطره، ولی میتونست بگه بیگلال. چرا میگه الدور؟ سراشی میگه به خاطر اینکه فرشته میاد که از سارا حفاظت بکنه. سو سارا به فرشته میگه فرعون رو مریض بکن. سو به خاطر صحبته. این واقعا فرعون رو دید که چقدر زن صدیقیه، اومد بهش دست بزنه، به فرشته گفت ضربت بزن به فرعون، و فرعون هم ضربتش خورد. یعنی به اونجا میگه الدور سارا. خخامیم داراش میکنن دور میشه ال دیبور، بر طبق دستور صحبتش. سنجا هم که میگه خداوند میگه که ولو یره بخوا اروت داوار، اگر منظور فقط این بود که واقعا زنا نباشه، بعد میگه ولو یره بخوا اروا. چرا میگه اروت داوار؟ سو در گمارا داراش میکنه اروت دیبور، یعنی صحبتت غیر اخلاقی نباشه، زن نیوول په، یعنی حرفای کثیف بزنه. اونجا واضح در گمارا میبینیم که از یک پاسوک این رو داراش میکنن اروت داوار، یعنی اروت دیبور. پس صحبت زنا همین رو تورا اسور کرده. و امرو این حالا یک چیز دیگه است که واقعا خیلی خیلی ترسناکه. ما اولین بار که نور 15 16 سال قبل دیدیم خیلی ترسناک بود. میگه و امرو، الان صفحه 65 هستیم، پاراگراف آخر، چهار خط از بالای پاراگراف آخر، میگه به اون نولوت په. اگر فرض کنم آدم ها حرفای ناپسند زنا رو بزنن، حرفای زنا رو، تنبیهش چیه؟ حتی حرف زدنش زنا نکردن، فقط راجع به زنا صحبت کردن. میگه تساروت میتخد شد، میگه مصیبت های جدید میاد توی دنیا، نو تینگز. بعد میگه او بخوره سنعه امشل اسرائیل میتین، میگه جوانهای دشمنان اسرائیل میمیرن. این زمانی که خخامیم نمیخوان جماعت اسرائیل رو نفرین بکنن، میگن دشمنان اسرائیل، ولی منظورش خود جماعت اسرائیله. سو میگن چرا جوون هامون در جوونی فوت میکنن؟ سو در گمارا میگه به خاطر اینکه زنا صحبت میکنیم. این توی گمارا شبات است. سو اینجا دو مرتبه میبینیم که حتی صحبت کردن در مورد زنا گناه بزرگه. و امرو اود کل همه نبل پیو، هر کسی که بد صحبت میکنه راجب زنا صحبت میکنه، معمی کیم لو گهنم،
میگن گهنم رو براش عمیق‌تر میکنن. به این معنی که در گهنم درجات مختلفه. اگر در مدراش نگاه بکنیم میگه در گهنم 7 طبقه است. آویست یعنی هر کدومش تنبیه سختتر از طبقه کمتریه. میدید بعضی وقت هست که آدم میزه برای چند لحظه کوتاه میره توی گهنم میاد بیرون، حتی اون چند لحظه که میره خیلی تنبیهش کمه، به اون صورت سخت نیست، به اون صورت دردناک برای نشاما نیست. وقتی میگیم معمیکیم عمیقش میکنن یعنی واقعا در پایین ترین درجات گهنم میره، فقط و فقط به خاطر چی؟ به خاطر حرف بد، حرفای زنا. می واقعا میبینی که به اندازه خود زنا بده. That's what he chose. و امرو اود. من یک چیزی هم در گمارا میگم، این حرفا که شاید مرتا بزنن. ببین در گمارا چقدر سختیشو میگه. میگه هکل یود این کلا لاما نخنسه ده خوپا. اینجوری که پیدا از مردا بیشتر در این مورد صحبت میکنن. میگه همگی میدونن. عروس که میره زیر خوپا بعد از خوپا چیکار میکنه؟ همگی میدونن. Right؟ ولی میگه الا سو ایتس، همه میدونن در این مورد که چیز جدیدی من بخوام بگم، ولی کلم نبل پیو و عمرو کس که بگه بله بعد از خوپا میدونی اینا کجا میرن، راجبش حرف میزنه. انیویز همه مردم هم میدونن، چیز جدیدی بهشون نمیگن. افیلو گزردین شل شیبیم شانا لتوبا. حتی اگر این شخص آدمی بوده که خداوند برای 70 سال گزرای خوب براش گفته، یعنی تمام عمرش بعد آدم خوشبختی باشه. میگه در پاسوک میگه آدم معمولی اون زمان 70 سال عمرشون بود، اگر خیلی قوی باشه 80 سال. الان دیگه خدا رو شکر بیشتر شده، اوریج ایج بین 80 تا 90 ساله، نزدیکا 90. ولی خب زمان قدیم 70 سال عمر معمولی بود. میگه تا اگرم شخصی باشه که برای 70 سال بعد خوب زندگی بکنه، ولی این دفعه میاد میگه میدونی کلا کجا میره بعد از خوبا، راجبش حرف بزنه، خوف خیلو لرا، این 70 سال به بدی تبدیل میشه. ایون دو چیز واضحه، همه میدونن nothing new، ولی خود صحبتی که میدونید واقعا حرفای رکیک یا بدی رو میزنه راجع به زنا باعث چنین چیزی میشه. و امرو اوت اضافه میکنن افیلو سیخا کلاشه بین ایش لیشتو. اگه فرض کنی یک مرد یک شوهری با زن خودش حرفای بزنه که اروا زنا هست، زن خودشه، مگیدیم لو لادم به شستین در زمان قضاوت، این رو بهش یادآوری میکنن و تنبیهش میکنن. سو تا اینجا همش صحبت کرد اگر ما صحبت زنا رو بکنیم که چقدر تنبیه زیاد هست، اون جوانای ما کشته میشن، خسبشان هم حتی اگر بعد 70 سال عمر خوب داشته باشه همش بدی تبدیل میشه. کجا پیدا میکنیم که شنیدنش هم آسوره؟ البته قبلا راجع به آواز خوندن زن گفت، اون آواز خوندن که آدم رو تحریک میکنه، ولی از کجا میفرست کن کسی داره صحبت میکنه من بشید چی نمیگم، میذارم صحبت زناشو ادامه بده یا میرم گوش میکنم ولی حرفی نمیزنم، از کجا میگه چنین چیزم آسوره؟ نه آواز، دو نفر دارن حرف میزنن راجب چیزای غیر اخلاقی، راجب زنا. صحبت کردنش رو گفت که چقدر تنبیهات داره. از کجا میتونیم ثابت بکنیم کدوم قسمت گمارا آیا پاسوکی هست که رمزی در داخلشه که تا شنیدن زنا هم آسوره؟ میگه بینن هشمیه ها را هزود گم کن امرو. در گمارا میگه حتی اگرم کسی گوش بکنه اون هم توی گهنا میرش نمر افشمیه و شوتک، حتی اگرم بشنوه و ساکته، که به فارسی میگن یعنی یا اعتراض نمیکنه میذاره صحبتشونو بکنن یا میشینه گوش میکنه، one of the two. سو موقعش نمر، چون در پاسوک میگه اول پاسوک میگه اول پاسوک که از شوخ شوخا عموکا، یعنی گهنام عمیق، چی قبلا گفت گهنام عمیق میشه کس که راجع به زنا صحبت بکنه. بعد میگه زعوم هشم یی پل شام، یی پل یعنی کسی که اونجا افتاده نشسته، یعنی صحبت نمیکنه. خیلی وقتا یی پل یعنی نشستن. میگه تا کسی که اونجا نشسته صحبتی نمیکنه، فقط داره گوش میکنه. زعوم هشم، هشم از دستش عصبانیه، غضب خدا روش هست. سو اونجا میگه یی پل شام، اونجا فقط نشسته، he's not talking، صحبت نمیکنه راجع به زنا، فقط داره گوش میکنه. اون شخص هم زوم هشم. بله نصف حرفای معمولی که زده میشه اصلا به طور راجبه اف، همه حرفش اف با کن اف، این برای وقتا اصلا نخوان گوشم بدن تو سنهای 14-15-16 anyway اینا میشنم اینا. ببینید یه بار ربه میگفت، میگفت مدارس پابلیک مکان کفر و زنا هستن. اصلا تو اتوبوس هم من وقتی میشینم من با اتوبوس میرم، یه موقعی اصلا
دارن میگن چی من کجا پاشم nothing برم. but but صندلی هست نشستم چیکار کنم دیگه باید که باید کتاب بخونی گوش نمیبندی یه کتاب بخون که واسه گوش نکنه بهش حالا من با بچه کالج صحبت میکنم خب از وقتا میگم روی عادتشون یه دفعه یه حرفا میزنن که اصلا مای گاش میدونی آره یه دفعه یاد چی میره که من جلوشون ایستادم او ببخشید رب باید ولی حرفای خیلی بدجور رو میزنن anyways میگم واقعا باید بگیم مرحبا به پدر مادری که واقعا بچه‌هاشون رو در مدارس یهودی میفرستن definitely خطرش به مراتب کمتره و مثلا به خاطر اینکه تورا رو میخونن قدوسیت خیلی زیادتری میره براشون حتی اگر بدونی از درخ برن کنار خدا نکرده یه ذره از قدوسیت تورا بالاخره روشون میمونه بالاخره برمیگردن most of the time یه سوال من دارم ممکنه یه خورده به نظر عجیب بیاد ولی وقتی بین زن و شوهر تو تنهایی خودشون معذرت میخوان ولی اینو باید بپرسن برای اینکه الان هممون واضح توی یه خود زن و شوهر تو خونه خودشون تو اتاق خودشون دارن با هم صحبت میکنن ممکنه که مثلا برای شالوم بیوت بشه اون زن سکوت کنه وقتی شوهرش یه سری حرفا میزنه اگرم ممکنه یه خورده مثلا حرفای 100% میشه ولی ممکنه اون زن به خودش بگه اگر من الان به این میگم این حرفا رو نزن زشته میره جایی دیگه که بتونه این حرفا رو بزن بذارم باشه تو خونه و اون جوری که احساس راحتی میکنه باشه که شالوم برای که من به هم نخوره نو آندرستند میگم آی دونت نو من جزء چم ندارم ولی اگر بفرض کنم به شوهرش بگی این حرفا رو نزن بعد سر زنش داد میزنه میگه به تو چه مربوط سو میگم اگر یه بار اون کارو بکنه دیگه مجبور نیستیم بهش بگیم میدونی که گوش نمیکنه یو هاف نو چویس ولی اگین اینو از یه نفر که میگم واقعا عقلش خیلی خیلی بیشتر هست اگر به مراتب تکرار میشه اصلا گفتن اون حرفا باعث میشه که اینها بتونن با هم باشن understand what you're saying I don't know it جوابشو نمیدونم honestly anyway so اونجا که میگه زعوم هشم یی پلشم کشم که اونجا نشسته زیر غضب هشم هست هریلخا شکل خوشیم میبینیم که همه حسهای آدمیزاد سریخم بیاد نکیم این از نوت و منیانو از زنوت باید کاملا دور باشه گفتیم دست نمیتونه به زن غریبه بزنه نگاه نمیتونه بکنه راجب زنا نمیتونه صحبت کنه تا شنیدن هم اسوره پس همه حسای آدمیزاد باید از زنا پاک بشه ببین میگن نکیوت اون موقع است که آدم پاکیه اگر فقط خود زنا رو انجام نمیده رایت روی خودش غلبه میکنه با زنهای مردهای غریبه نمیره ولی راجب صحبت میکنه هنوز از گناه زنا کاملا پاک نیست حتی اگر یعنی با اراده خودش فکر میکنه در این مورد اونم گفتیم که قبلا آسوره سو الان میاد میگه کامان مردم ها که میخوان مسخره بکنن میگه شما میگی راجب زنم نمیشه حرف بزنن این راجب آدم های حرف میزنه که خیلی خونشون داغه یه دفعه میدونی یه ذره حرف زنا میزنین تحریک میشن میگه ما آدم هایی که ازدواج کردیم بذار حرفش چیزیمون نمیشه گناهی نیست سو اینجا ثابت میکنه که حتی اگرم آدم تحریک نشه در فکر خودش فقط راجع به زنا صحبت میکنه حتی اگرم تحریک نشه خود صحبت کردن آسوره نگین که فقط آسوره برای کسی که مجرد خونش خیلی داغه بعدا میره گناه میکنه کسی که زن گرفت یا 80 سالش هست که نمیره گناه بکنه بله همه آسوره چنین چیزی let's see how و این لخشاخ آدم لو مرگه کسی توی گوشت میگه لخشاخ از کمه لخش میاد ساکت بودن اگه کسی توی گوشت پچ کرد شما شام رو ال نیولپه این که میگن آدمیزاد حرفای کثیف نزنه اینو الا که دل ایم اینو خخم گفتن که بترسوننت کامان حقیقت نیست گفتن که بترسوننت اول هر خی کادم اینا بره کادم رو دور بکنن از خود گناه یا بگن او بمیشه دام و روته خدواره من بودیم راجعه کسی که خونش خیلی داغه راجبون دارن صحبت میکنن میگه بچه 20 ساله که ازدواج نکرده شمیدهی دبرو با لیدهی تایبا وقتی راجب زنا صحبت میکنه یه دفعه هم احساس میکنه که میخواد بره خود گناه رو انجام بده اول میشم رو درخ سخوک برمه کسی که داری جوکی میگه یه دازه مینید یه جوک داره میگه این جوک های بیتربیتی باره بره این جوک میگن لاف میل تاهو اوکیه ایتس نات ا پرابلم چیز بزرگی نیست من لا خوشالاف میگه اصلا نگرانم نباش
سومین خیلی وقت هست که دورم دیگه نشستن جوکا بی تربیتی میگن، میگه فقط این داره میگه دقیقاً فقط جوکه، من که نمیرم گناه بکنم. سو میگه اگر کسی این حرفو بزد، گفت اگر خونت گرم نیست گناه رو نمیکنه، فقط جوکه است، پس اوکی این حرفای زنا رو بزنی. اف اتا امرلو، میگه بهش جواب بده اد کن دیور یتهارا، شما شدی چی؟ نماینده یتهارا. میگه داری حرفای یتهارا رو میزنی دیگه، اگر چنین دوستی داریم دیگه ساتان رو میخوایم چیکار؟ داری حرفای ساتان رو میزنی، حرفای غریزه بد رو میزنی. چطور اینو ثابت میکنه؟ که میکرا مالش هوی اوهو زیخونام لیبراخال ریاتم، میگه خخامیم از یک پاسوک یشعیا این رو ثابت کردن. ببینید اینو چطور ثابت میکنه. It's a very very beautiful, very strong proof. این پاسوک در یشعیا هست، در مورد خرابی بیت المقدس صحبت میکنه. میگه ال کین، داره میگه گناه جماعت اسرائیل چی بود که هشم اینجور تنبیهشون کرد. میگه بنابراین البخوراو لو یسمخشن، خود من روی جوانهاش شادی نمی کنه، یعنی شادی نمیاره براشون. ویت یتوما ویت المنوتاو لو یرخن، روی یتیمها، یتیمهای خودش یا روی زنهای بیوه خدا رحم نمی کنه. چه گناهی داشتن؟ فقط گناهی صحبت رو میگه. کی کول و خانف، میگه همشون چاپلوسی میکنن. اومره یعنی لاشونها را صحبت میکنن. و چی؟ و خلپ دوور نوالا، و صحبتاشون راجع به زنا هست. اینجا اصلا یک کلمه نمیگه رفتن زنا کردن، فقط میگه گناه های صحبت، چاپلوسی، لاشونهارا، و خلپ دوور نوالا، و بد صحبت میکنن. بنابراین میگه شادی نمیاره روی جوانهاش و روی یتیمها و زنها بیوه هم هشم رحم نمیکنه. هینه چطور نخواهم از اینجا ثابت کردن؟ لوهیس که رکاتو هزه لو عبودازارا، نمیگه به خاطر بت پرستیشون بوده، ولو گیلو ارایوت، نمیگه به خاطر زنا بوده، ولو شفیخ و دامیم، نه به خاطر ریختن خون. یعنی با اینکه میگن در اون زمان این سه تا گناه بود، خرابی بیت المقدس اول، مردم اون موقع واقعا خیلی گناهکار بودن، میگن بت پرستی بینشون بود، زنا و قتل. ولی اینجا میگه چرا شادی برای جوان ها نمیاره؟ نه به خاطر اون سه تا گناه بزرگ، میگه همین گناهی که با دهان آدم ربط داره، چاپلوسی، لاشونهارا و به خلپ دوور نوالا و راجب زن ها صحبت کردن، اینها باعث شده که این مصیبت ها برای جوان ها و زن ها بیو و یتیم ها بیاد. الا خنوفا، میگه چاپلوسی و لاشونهارا و نیوولپه، کولم هم همشون چی هستن؟ مخطط هپه به دیبورو، گناه های زبونی هستن نه گناه های عملی. ولی هم یادس اگزیرا، و اینجاست که یشعیا میگه الب خوراب لویس مخشن، شادی برای جووناش نمیاره، بده تو ما به تنمونو تا لوی رحم و رحم نمیکنه به بیوه ها و یتیم ها. سو این اینه که میگه کس که میاد میگه اب نداره جوک بد بگو، نمیری گناه بکنی، هیچی نیست، میگن ایشون نماینده یتهارا هستن. اینجا دقیقا میگه که به خاطر گناه های صحبت بود که هشم این مصیبت ها را بود. الها ام تو کدی به ربوتین، سو میگه کس که میاد میگه شما جوک بد میتونی بگی، فقط حرف بزن نمیری گناه بکنی، حرفش اشتباه است. حقیقت مثل گفتن ربانی به ما هستش، زیخونم ریبراخا، شنی بولپه او ارواتو شلدی بورممش، آدمیزاد راجب زنا صحبت بکنه، این زنای صحبته. یعنی همینطور که ما زنای عملی داریم، این نفر به یک زن بیگانه میره، زنای صحبت هم هست. اینجا میگه ارواتو شلدی بور، زنای صحبته. اومیشم زنود هوش نسر که خود شار اینا نزنود، دقیقا مثل خود زنا که آسور هست، صحبت زنا هم آسوره. خودس میگو فشل مایسه، غیر از خود عمل زنا، شرف پیشین با هم کارت امیتت بدین، سوی آدمیزا شاید خودشو گول بزنه. انیویز اگه من راجع به زنا صحبت بکنم، نه نشامان بریده میشه، این تنبیه کارت نداره، خود زنا تنبیه کارت داره. مسلمان بدین نمیاد منو بکشه به خاطر حرف زنا، سمکان داره که در چشممون به اون صورت گناه بزرگی نباشه. میگه اسوریم هم ای صورت ما، اینا خودشون با این حال اسورن. میلوت یوتام گم کن گرم ویم الا ایسور هراش و عطمه، میگه بغیر از اون که درسته از صحبتم شاید به خود گناه بیاد، ولی تنها دلیل آسور بودنش فقط به خاطر نیست که آدم رو به گناه بزرگتر میاره، خود صحبت آسوره. اخینیان هنازیش زاخ رو بیمه داشت پیشه بوده مایلا، و میگه همینطور که خخامی راجب نازیر گفتن، در خود تورا میگه نازیر فقط این آسور نیست که شراب بخوره، حتی انگور هم نمیتونه بخوره، ما که انگور مستش نمیکنه، ولی خود تورا آسور کرده این رو. میگم این تورا هم زنا، تورا فقط آسور نکرده عمل زنا رو، بلکه هر چیزی که رب داره بهش تورا آسور کرده.
اما داشتم راجع به مخشابا فکرم قسمت آخر رو میاره، بعد از اون دیگه راجع به غذا صحبت میکنه که آدم ازاتی خوردن غذا زیاد نباشه.